اسرائیل. بابا اسرائیل چه غلطی میتونه نسبت به ایران بکنه؟ بعضا شبیه میگن بعد از اینکه حزب الله رو مثلا تلان کرد یا تمام کرد، بعد میاد سراغ ایران. آخه این چه حرفیه؟ همسایگی لبنان با اسرائیل کنار هم بودن، این که اصلا کشور لبنان حتی پدافند هوایی نداره و این مقاومت و ایستادگی مال تقریبا یک گروه خاصی از مردم لبنان به نام حزب الله، هماهنگی های لازم ممکنه با همهشون وجود نداشته باشه، اختلاف نظر توشون هست، همه این مشکلات نبوده اون پدافند هوایی و اون نزدیکی به بالاخره دو تا کشور که جنگ میشه. اسرائیل اصلا دستش به ایران نمیرسه. ما موشک داریم الا ماشاءالله که اون هم آثار دفاع مقدس هست، با این قدرت میتوانیم از اینجا داخل خودمون با فشار دادن چند تا دکمه شهرهای اسرائیل و اهدافی که میخواهیم، هر هدفی رو که اراده کنیم خاک دشمن بده هدف قرار بدیم 2000 کیلومتر برتر. اسرائیل این توانمندی رو نداره. او باید با هواپیماهای پیشرفته‌ای که آمریکایی‌ها بهش دادن، با سلاح‌هایی که اونا بهش دادن، با اجازه‌ای که کشورهای دیگه بهش میدن که بیاد در خاک اونها، در آسمان اونها نزدیک ایران بخواد از اونجا یه چند تا موشک مثلا بزنه، مثل اون غلطی که بعد از بعده صادقیه کرد، یه دو تا موشک همینجوری مذبوحانه زد تو اصفهان تو اون پایگاه. توانش همینه. بله او کاری که داره تو دمشق میکنه، توی لبنان میکنه، هرگز تو ایران اصلا نمیتونه انجام بده. اینجور عدد نیست، نه توانش نداره. و من تعجب میکنم از بعضی ها که با این تحلیل ها اینا رو میگن و حاضرم نیستم بپذیرن. به متاسفانه رو بعضی از مردم هم اثر منفی میگذارن این تحلیلاتشون، اطلاعات غلطشون.